سلام بچه ها، خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. امروز اومدم بهتون یه متد و یه روش فوق العاده عالی، فوق العاده خفن و جدید رو آموزش بدم بهتون که بتونید درآمد دلاری آنلاین داشته باشید هر کجای دنیا با هر دستگاهی، هیچ فرقی نمیکنه بچه ها. زیاد طولانیش نکنم، حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید. این متدی که میخوام بهتون بگم متد خیلی جدید و فوق العاده هستش و خیلی خیلی هم آسونه و نیاز به زمان خاصی نداره بچه ها. قبل از اینکه بریم سراغ متد بسیار خفن، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه بچه ها. خیلی خیلی به من انگیزه میده و حمایت بزرگی از من، مرسی که حمایت میکنید و واقعا به من انرژی میدید بچه ها. حرف دیگه نمونه، بزنید بریم سراغ این وبسایت و این متدهای بسیار عالی. همونطور که میبینید بچه ها، اولین وبسایتی که باهاش کار داریم وبسایت شاترستاک هستش. شاترستاک وبسایتیه که میان توش عکس هاشون رو قرار میدن برای فروش. یعنی چی؟ یعنی یک سری افراد هستن، حالا یک سری عکاس، یک سری هر چیزی با موبایل هم میتونه باشه، میتونه عکس جالب باشه یا یک عکس هنری خیلی باحال باشه بچه‌ها، فرقی نمیکنه، هر عکسی میتونه باشه که میان اینجا قرار میدن و اگر اون فرد بخره عکس رو که به شما پول پرداخت میشه، اما اگر عکس رو فقط ببینه هم به شما پول پرداخت میشه بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی فقط ببینه و دانلودش بکنه. یعنی مثلا شما یه والپیپر رو قرار میدید اینجا و اون فرد میاد والپیپرتون رو میبینه و دانلودش میکنه، یعنی خوشش میاد از اون والپیپر، میخواد مثلا یه جایی استفادهش بکنه، دانلودش میکنه. با اون دانلود کردنه شما میتونید دلار دریافت کنید. جلوتر کامل کامل بهتون میگم که باید چیکار کنید. میبینید که اینجا نوشته که مثلا یه کارت رو شیر کن، حالا نمیدونم کارت رو مثلا منتقل کن، چه میدونم پخش کن و اینکه درآمد داشته باش. میبینید که نوشته بیشتر از 1 بیلیون دلار تا الان پول پرداخت کرده و 15 ساله که این وبسایت داره فعالیت میکنه بچه ها، که واقعا واقعا وبسایت فوق‌العاده و خفنی هستش بچه‌ها. همه چی توی این وبسایت هست. یعنی چی؟ یعنی انواع عکس ها، والپیپر، چه میدونم عکس های برای تحقیق ها. یک سری آدم ها هستن که چه میدونم عکسی میخوان برای تحقیق خاصشون یا هر چیز دیگه ای، میان اینجا و اون عکس هاشون رو پیدا میکنن، دانلود میکنن. میبینید مثلا کانتنت های درباره برند ها، خبری، ورزشی، چه میدونم درباره موزیک، همه چی هستش توی این وبسایت. برای شروع کافیه که بیایم اینجا این پایین start earning today، یعنی از امروز شروع کن درآمد دارید رو، روی این join now کلیک میکنیم که شروع به ساخت اکانت بکنیم و درآمدزاییمون رو از همین لحظه آغاز بکنیم. تنها چیزی که شما نیاز دارید یک اسم هستش، اسم و فامیلتون رو اینجا وارد میکنید، حالا هر اسمی دارید نمیشه فول نیم میبینید اینجا وارد میکنید، این رو خودش انتخاب میکنه. یعنی مثلا من اگه اینجا بنویسم فلان، این پایین خودش میاره، هر چیزی من بنویسم این پایین رو میاره و همون رو انتخاب میکنه. یک ایمیل بعدش باید وارد کنید و یک پسورد. پسوردتون رو دقت کنید که بیشتر از 8 تا کاراکتر باشه و این تیک رو باید بزنید که بگید من بیشتر از 18 سالم هستش. این تیک رو هم میزنید و وارد اکانت میشید. من چون از قبل اکانت داشتم ساینین بکنم که فضای داخلی سایت رو بهتون نشون بدم و بگم که اصلا از کجا باید شروع به کسب درآمد بکنیم. خب این رو هم انتخاب میکنیم. وبسایت خیلی خیلی عالی هستش. وبسایت های زیادی هستن که میتونید استفاده کنید بچه‌ها، یعنی فقط همین یه وبسایت نیستش، خیلی خیلی وبسایت ها هستن که میتونید استفاده بکنید و با ویو خوردن بهتون پول میده. یعنی حتی دانلود هم نه، یعنی فقط ویو بخوره و پول میده. ولی خب من این وبسایت رو چون ازش مطمئنم و میدونم که پرداختی داره، دارم بهتون معرفی میکنم توی این ویدیو. ولی میگم وبسایت های خیلی خیلی زیادی هستن که با آپلود کردن عکس یا کلیپ ها میتونید درآمد داشته باشید، ولی خب فرقی نمیکنه. شما اگه فکر میکنید مثلا با یه وبسایت دیگه راحت تر هستید، به نظرتون اون وبسایت چه میدونم پرداختش بیشتره، راحت تر، یا هر چیز دیگه، میتونید از اون وبسایت استفاده بکنید، ولی باید از این متد پیشروی بکنید. یعنی باید مثلا بدونید که چه عکسی رو از کجا یا چه کلیپی رو از کجا بردارید بذارید اینجا و اینکه خیلی راحت درآمد داشته باشید.
همونطور که می‌بینید بچه‌ها، من الان اینجا چون این مرحلهش رو رد کردم برام داره اینو میاره، ولی اولش نوشته که بهمون یه خوش آمد میگه و میگه که ما نمیتونیم ساب کنیم تا بهترین کارهای تو رو ببینیم، و از همینجا میتونید بچه‌ها روی آپلود کلیک بکنید و می‌بینید اینجا میتونید عکساتون رو یا کلیپتون رو انتخاب بکنید و شروع به آپلود کردن بکنید. ولی من اول محیط کلی سایت رو بهتون نشون بدم تا به آپلود کردنش هم میرسیم. نوشته که اینجا میتونید شروع کنیم، بهترین عکس ها یا کلیپ ها تو آپلود کن و بعدش بچه ها این قسمت خیلی مهمه، نگاه کنید، سابمیت دم فور ریویو. بچه ها شما وقتی عکس یا فیلمی رو یا هر چیز دیگه، کلیپ، پیچنم، گیفی، هر چیزی رو توی این وبسایت قرار میدید، باید ساب کنید تا اون افرادی که یعنی پشتیبانی این سایت هستن اون عکس یا فیلم شما رو تایید بکنن. حالا احتمالش کمه که برسی به اون مرحله‌ای که اون افراد باید بچه ها پشتیبانی شما رو قبول بکنن، یعنی اصلا اون افراد مرحله دوم هستن. در مرحله اول یک ربات هستش که میاد کلی بررسی میکنه این پستتون رو که ببینه چه میدونم مشکل خاصی نداشته باشه، پست عجیبی نباشه و مشکلات قوانین وبسایت رو داشته باشه، نمیدونید مثلا مشکل خاصی نداشته باشه که یه وقتی چون مثبت 18 نباشه یا هر چیز دیگه ای. و مهمترین موضوع بچه ها موضوع کپی رایتش هستش که شما نمیتونید برید عکسی رو از هر جا بردارید بیایید اینجا قرار بدید و بگید آقا این عکس برام منه، هر کی میخواد بیاد دانلودش کنه، بخرتش، هر کاری باش بکنه و من پول دریافت کنم. نه بچه ها، این وبسایت چون ربات‌های هوشمندی داره و هوش مصنوعی داره کاملا تشخیص میده که مثلا شما این عکسی که دارید استفاده میکنید کپی رایت خورده یا اصلا برای کی هستش، برای شما هست نیست یا هر چیز دیگه ای. پس دقت کنید که باید عکستون یا فیلمتون حتما برای استفاده رایگان باشه یا مثلا خودتون گرفته باشید یا از یک جایی دانلود بکنید که حق کپی رایت نداشته باشه. بچه ها همونطور که میبینید اینجا مثلا برای من نوشته درآمد پولی که الان دارم توی حسابم و هر 15 دقیقه یک بار همین چیز میشه آپدیت میشه، و اینجا برای من نوشته که دانلودهای ماهانم 0 هستش و با توجه به همین دانلودهای ماهانه به من پول پرداخت کنید، دیگه هرش دانلود بیشتر پول بیشتری به من پرداخت میشه بچه ها. و شما حتما این پروفایلتون رو کامل بکنید که افراد بیشتر ترغیب بشن ببیندتون. ببخشید، یه عکس برای خودتون بذارید، یه دیسکریپشن بذارید، توضیح بدید درباره کاری که انجام میدید. حتما یه کاتگوری رو دنبال کنید بچه ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه عکس درباره چه میدونم یه عکس درباره ساخت و ساز نذارید بعد فرداش بیاید یه عکس در لب دریا بذارید، یه عکس درباره چه میدونم غروب خورشید بذارید. مثلا یه کاتگوری دنبال کنید، ولی خب چند تا اکانت بسازید، یعنی اگه وقتشو دارید میتونید چند تا اکانت داشته باشید، چند کاتگوری مختلف. یه کاتگوری نقاشی درست کنید، یه کاتگوری والپیپر درست کنید، یه اکانت این کاتگوری که میگم منظورم اون اکانت با کاتگوریه، یعنی اصلا یه اکانت با کاتگوری چه میدونم نقاشی، چنان والپیپر، ساخت و ساز، هر چیزی که دوست داشته باشید میتونید درست بکنید و هر چی اکانت بیشتر داشته باشید خب 100% بیشتر ازش. ولی میگم قاطی پاتی نکنید، مثلا توی یه دونه اکانتتون همه اینا رو با هم دیگه نریزید، چون افراد میان چنل یا همون اکانت شما رو دنبال میکنن و بعد میبینن آقا این اون فردی که اومده کانال تو رو دنبال کرده مثلا دوست داره درباره این نقاشی بدونه، تو یک عکس درباره این نقاشی گذاشتی، اون فرد اومده عکس تو رو دانلود کرده و کانالت رو هم فالو کرده، بعد شما اگه فرد اون عکسی که درباره نقاشی گذاشتی یه عکس درباره چه میدونم حالا هیچی من تو ذهنم نمیاد یه عکس درباره تکنولوژی بذارید خب اون فرد خوشش نمیاد و دیگه پیج شما رو نگاه نمیکنه. برای همین چند تا چیز مختلف درست بکنید. این بالا بچه ها کپی رفرال لینک رو که بزنم لینک زیر مجموعه گیریم کپی میشه و من اگه بیام اینجا امتحان بکنم این لینک رو، لینک زیر مجموعه گیریم من هستش دیگه، هر کسی که با این لینک وارد بشه چه میدونم مثلا برای هر زیر مجموعه یه مبلغی میده و یه کارهای خاصی رو انجام میدن و یه سری آفرهای ویژه داره. بچه ها برای آپلود کردن خب بذارید اینو تو مرحله بعدی میگم،
روی ارنینگز که بیام اینجا برای من نشون داده که مثلا چه میدونم تاریخچه پرداختی هام، بعد اینجا رو من اگه بزنم دوباره پایینش مثلا درباره زیرمجموعه گیری هام هستش، و اینکه اینا هم درباره همین زیرمجموعه گیری ها هستش. مثلا مای رفرالز رو که بزنم به من نشون میده که هر زیرمجموعه چقدر برای من پول آورده، و اینکه ببینید بچه‌ها نوشته انقدر دلار و 10% از ویدیو فلان اینا، هر عکسی که زیر مجموعتون میذاره بچه انقدر دلار بهتون پرداخت میکنه، که واقعا عدد عالی هستش. بچه من اگه بیام اینجا روی آپلود کلیک بکنم، منو میاره توی یک صفحه‌ای که اینجا میتونم خیلی ساده یا بگیرم بندازم اینجا به هر چیز دیگه. حالا بچه ها عکس ها رو باید از کجا بیاریم؟ قبل از اینکه بریم بهتون بگم عکس ها رو از کجا باید بیاریم، ببینید که اینجا نوشته یک سری قوانین داره، مثلا عکس ها باید اینجوری باشه اینجوری باشه. اینا رو بچه زیاد نمیخواد سخت گیری کنی، چون اگه مشکلی داشته باشه خودش بهشون ارور میده و میگه مثلا ارورت برای چیه، عکست مثلا اینجوریه که این ارور رو داده، یعنی نیازی نیست حتما اینا رو حفظ باشی. بچه قبل از اینکه بریم بهتون بگم از کجا باید عکس‌ها رو دانلود کنید، خیلی خوشحالم می‌کنید اگه چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. حمایت خیلی بزرگی از من و خیلی من انگیزه میده. ببخشید. وبسایت بعدی که می‌خوام بهتون بگم بچه‌ها وبسایت Pixby هستش. Pixby بچه‌ها، حالا نمیدونم تلفظش رو درست گفتم یا نه، ولی Pixby اینجوری نوشته میشه. بچه‌ها وبسایتیه که میاد عکس های فری تو یوز، یعنی رایگان برای استفاده و بدون کپی رایت قرار میده. هم عکس هستش، هم ویدیو، هم موزیک، هم ساوند افکت، هر چیز دیگه ای که بخواید بدون کپی رایت میتونید از اینجا استفاده کنید. بچه ها برای مثال من میخوام یه چنل بزنم درباره تکنولوژی، که امیدوارم درست نوشته باشمش، مغزم ارور داد یه لحظه. میخوام مثلا درباره تکنولوژی درست بکنم، بچه‌ها سرچ بکنم تکنولوژی و میدید کلی عکس درباره تکنولوژی برای من میاره، و من میتونم بیام همین عکس ها رو دانلود بکنم، گلچین بکنم، مثلا عکس هایی درباره چه میدونم اینو مثلا در همین مدلی، خب روش کلیک میکنم، ثبت میکنم تا باز کنه، یه عکس هایی درباره مثلا موضوع خاصی، خب مثلا این یه فردیه که اینجوری داره میکنه، میگید بچه ها عکس های پشت سر هم و مربوط بهش رو هم میاره، مثلا عکس هایی درباره برنامه ریزی هستش اینا به نظرم، میبینید همه وایسان دارن یه سری چیزا مینویسن، میتونید همه اینا رو بیاید قرار بدید و بنویسید که این عکس ها برای به رایگان قابل استفاده هستن و کپی رایتی نمیگیرید، و خیلی ها میان عکس و فیلم شما رو دانلود میکنن. برای فیلم هم بچه ها کافی اینجا چیزی که میخواید رو سرچ بکنید و بعد بیاید بزنید روی ویدیو و ثبت بکنید، میبینید کلی براتون ویدیو میاره و 4K HD، میبینید این بالا هم تایمش رو نوشته که میتونید از اینها استفاده بکنید. وبسایت بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم بچه ها وبسایت Pixels هستش. این وبسایت هم دقیقا مثل وبسایت قبلی هست که عکس های رایگان، فیلم های رایگانی که کپی رایت نمیخورن رو برای شما قرار داده. مثلا من اگه بیام اینجا سرچ کنم چه میدونم نقاشی، خب ارور میده اگه سرچ کنم نقاشی. اگه مثلا هر کاتگوری که بخوام مثل همون وبسایت سرچ میکنم، حساب کنم برام بالا بیاره که بتونم نشون بدم. هیچ نیازی هم نیست بچه‌ها، نه اکانتی بسازید نه هیچی، فقط میدونید دانلود میکنید و اونجا قرارش میدید. حالا این نمیدونم چرا باز نمیکنه الان، ولی خب همون مدلی که بهتون گفتم اینجا هم میتونید عکس انتخاب بکنید. آها اوه میدید مثلا اینجا درباره نقاشی هستش، میتونم کلی اینجا چیز میز درباره نقاشی رو انتخاب بکنم. این هم دقیقا مثل همون هستش بچه ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر من این عکس رو انتخاب بکنم، عکس های وابسته بهش و مثل خودش رو همین پایین برای من میاره، مثلا این عکس قلم مو هستش و چه میدونم با چیز میز، این پایین هم نیاکای نوشته مورلاکتیز، یعنی عکسایی که مثل همین هستن، همه اینا رو میتونم دانلود کنم و برم اونجا قرار بدم، و با دانلود کردن افراد دیگه، یعنی افراد دیگه که عکسام رو دانلود میکنن، من میتونم پول دریافت بکنم. خیلی خیلی ساده میتونید درآمدهای عالی رو از این وبسایت داشته باشید. پس شد وبسایت Shutterstock بچه‌ها، حتما حتما به این وبسایت سر بزنید.
لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حمایت خیلی خیلی بزرگی از من و خیلی من انگیزه میده. و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.